آمنیمن علی جاستیس لیگ، چیزی که خود سریال تو قسمت اولی یه جورایی اومد به ما نشون بده، ولی جاستیس لیگ کاملا فیک بود و حالا ما میتونیم که جاستیس لیگ واقعی رو با قدرت آمنیمن مقایسه کنیم و ببینیم که آمنیمن کدوم یکی از اینا رو شکست میده. یوروفا چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدیدی و محمد هستم اینجا چنل توی آقا همونجوری که میدونید آقا تایتل مشخصه، امروز اومدیم آمنیمن رو علیه جاستیس لیگ مقایسه بکنیم. جاستیس لیگی که آقا همتون میدونید افراد قدرتمندی داره و کسایی که ما آوردیمشون تو لیست و به نظر من از همه قوی ترن افرادی هم مثل بتمن، سوپرمن، فلش، شزم، آکوامن، واندر وومن و گرین لانتر. حالا با یه ترتیب خاص‌تری که هر چقدر که جلوتر میره افرادی که قراره با آمنیمن فایت بدن قراره که قوی تر بشن و من افراد قوی تری رو بگم. پس بدونش معطلی و بدون هیچ تعصبی بریم که مقایسه رو داشته باشیم. لیتس گو. خب وقتی که این ویدیو رو دارید میبینید پس حداقلش سریال اینوینزیبل یا همون شکست ناپذیر رو دیدید که قدرت آمنیمن رو میدونید، کسی که میتونه راحت پرواز کنه با سرعت خیلی بالاتر از نور، زور خیلی زیاد داره، مقاومت خیلی زیاد داره، آگاهی خیلی بالا داره و پرواز و اینجور ابیلیتی‌هایی که دقیقاً یه جورایی میشه گفت کاراکتری که کپی پیست سوپرمن شاید باشه. خب میپردازیم به نفر اول لیستمون. هر چقدر جلوتر میره افراد خفن‌تری و اون گنده‌گندایی که خودتون میخواید آخر لیسته. نفر اول لیست کسی نیست جز بتمن. حالا شاید بگی که خب دیگه مشخصه 100% کدومشون میزنه. باید بهتون بگم که ویلت رو ما اتابه اختار یه ویروس صدایی که اسمشو دقیقه یادم نیست، دهنشون کلا صاف میشه و تنها نقطه ضعفشون یه جورایی میشه گفت همین ویروس صداست. چیزی که ما توی کامیک و حتی توی فیلم دیدیم که سوپرمن هم روی صدا ضعف داره و بتمن با یه سری از پالس های صدایی دهن سوپرمن رو توی یه جا صاف کرد داخل فیلم و این اتفاق تو کامیک هم میفته و سوپرمن با استفاده از تجهیزاتی که داره میتونه همچین چیزی رو بسازه، ولی در غیر این صورت بتمن هیچ جوره نه از لحاظ قدرت نه از لحاظ زور و پرواز و سرعت و هیچ جوره نمیتونه اصلا حریف یه ویلترومایت باشه. پس ما بحثی راجبش نمی‌کنیم و میریم سراغ نفر دوم. نفر دوم کسی جز آکوامن، کسی که تنها در یک صورت اونم در صورتی که خیلی کمه میتونه که شکست بده آکوامن رو که به اونش میپردازیم. قضیه اینجاست که ما تو انیمیشن جاستیس لیگ ترون آف آتلانتیس، خواستم خیلی با لهجه صحبت کنم، دیدیم که وقتی که اون نیزه آکوامن میفته به دست افراد نااهلش که ویلنن، تونستن که کل جاستیس لیگ رو شکست بدن و با اون تموم افراد از جمله سوپرمن، فلش، واندر وومن و بقیه رو ناک اوت کردن. یه سلاحی که سلاح خدایانی محسوب میشه و توی کامیک آکوامن با اون سلاح خودش یعنی همون نیزه دریاییش تونسته که پوست سوپرمن رو جر بده و پوست سوپرمن خب خیلی قوی تر از یه دونه ویلترومایتی و آمنیمنه، ولی خب باید بهتون بگم که از لحاظ زور، از لحاظ هوش، از لحاظ ابیلیتی، از لحاظ سرعت و بقیه آیتما و زور حتی هیچ جور ویلترومایتا قرار نیستش که از آکوامن شکست بخورن. پس به همین خاطره که راحت شکست میخوره آکوامن از آمنیمن. شماره سه کسی است جز واندر وومن، کسی که دقیقاً کپی پیست کرده بودن توی انیمیشن و خیلی برای من این جالبه، این مقایسه که دارم میکنم جالبه که توی قسمت اول یه گروهی توی شهر بودش که دقیقاً نقش جاستیسی گذاشتن و دقیقاً جاستیسی که فیک بودن، بتمن داشتن، فلش داشتن با اسم مختلف، مثلا فلشش ردراش بود و آکوامن داشتن یه جوری خدای دریاها، واندر وومن حتی داشتن یه فردی شبیه افراد آتلانتیسی بود و همه اونا شکست خوردن. حالا دقیقاً واندوان هم این سگ اونجا شکست میخوره و با سلاح خاص خودش و زوری که داره نسبت بقیه زور داشت اونجا این سگ شکست خورد از آمنیمن و توی دنیای واقعی خب واندوان خیلی از اون انیمیشن قوی تره، ولی واندر وومن حتی افراد خیلی بزرگ رو توی پرایمش مثل همین سوپرمن شکست داده و ستون فقرات سوپرمن رو هم درآورده از جا و حتی قلب سوپرمن رو. ولی به نظرم اگه تو حالت عادی باشه خیلی نخوای واندوان رو گنده کنیم، از لحاظ زوری که جفت شون حرفی برای گفتن دارن بازم آمنیمن میزنه، از لحاظ فیزیکی و نقطه ضعف بازم آمنیمن میزنه و از لحاظ سرعت و پرواز که قطعا واندوان یه سری پرشای خیلی بلند داره ولی باز هم به سرعت پرواز آمنیمن نمیرسه. به سرعت پرواز آمنیمن که چرا انقدر دارم اشاره میکنم مقابل فلش میرسه و اونجا در اصل هیچی نیست سرعتش. ولی خب نفر شماره 4 که با بهتون بگم کسی نیست جز گرین لانتر. از این به بعد لیست خیلی خفن میشه. قضیه چه قراره؟ قضیه از این قراره که گرین لانتری که ما قراره مقایسش کنیم
به تازگی کامیکی داده که یه وان بی وان علیه جنرال زاد داشت. جنرال زاد و افراد کریپتونی از لحاظ فیزیکی، از لحاظ ابیلیتی و از لحاظ زوری قطعاً خیلی قوی تر از ویلترومایت ها هستن. ویلترومایت ها در اصل نمیتونن یک کریپتونی رو شکست بدن. کریپتونی ها منهای اون زور و قدرتی که دارن ابیلیتی خیلی مختلف مثل لیزر و در حتی شرایط خیلی خفن تو کامیک مقاومت در برابر تغییر واقعیت دارن و قطعاً قوی تر از ویلترومایت هستن. و گرین لانترن در جدیدترین کامیک ها جنرال زاد رو شکست داده و حتی تو کامیک قدیمی سوپرمن رو هم شکست داده. و یه ابیلیتی دیگه داره گرین لانترن که اونطور غافلگیری هستش که اینو توی کامیتی خارج من داشتم میخوندم و فکر نکنید از خودم در بردم. اونم اینه که آمنی من نمیدونه که یه حلقه چه سلاحای زدی و حتی نقطه ضعفی رو میتونه تولید کنه و این عنصر غافلگیریه. ولی اگه در شرایط دیگه بخوایم حساب کنیم، از لحاظ زوری، از لحاظ فکری، از لحاظ جسمی و پرواز و این چیزا، هیچ جوره خب گرین لانترن نمیرسه به آمنی من خودمون. ولی در شرایط دیگه قطعاً آمنی من میزنه. اگه این شرایط رو در نظر بگیریم، گرین لانترن هم شانس واسه من میتونم بهتون بگم 70-30 یا 60-40 میتونه داشته باشه که یه ولترومایت یا همون آمنی من رو بزنه. لیست خفن شد. شماره 5 لیستمون کسی جز حالا باید بهتون بگم که قضیه از چه قراره. قضیه از این قراره که بچه شازم قدرت روانی رو میبازه و تجربه رو هم میبازه. آمنی من کسیه که خب خیلی سال، یعنی میشه گفت چند هزار ساله که داره به شرارتش ادامه میده و افراد خیلی قدرتمند رو میکشه. اما شازم یا همون بیلی خودمون، بیلی بتسون خودمون، یه بچه 13 ساله است که هیچ تجربه ای نداره. بذارید یه چیزی رو براتون تعریف کنم. شزم باید بتونه ولی نمیتونه. حالا قضیه چه قراره؟ ببینید، شزم از لحاظ قدرت درونی و زور و اینا از آمنی من قوی تره. قدرت هفت خدا رو داره، مثل خدایی مثل اطلس، زئوس، که بهش سرعت، هوش، خرد مثلا خدای خیلی خفن تر و زور و سایقه و اینا رو میده که مثل زئوس میتونه رعد و برق و اینا رو کنترل کنه. و حتی شزم تونسته سوپرمن رو هم بزنه. باید بزنه یه ویلترومایت مثل آمنی من رو، ولی خب اگه در شرایط خیلی عادی و در پرایم خودش نباشه، آمنی من میتونه اون رو سر تجربه و حالا هوشی که داره بزنه. ولی خب اگه از لحاظ پاوری حساب کنیم، خب شزم از آمنی من قوی تره. و اگه یه حالت پرایمی رو بخوایم در نظر بگیریم که اصلا بیلی بتسون درش دخیل نباشه و شزم تبدیل به تجربه واقعی خودش بشه، خب میتونه آمنی من رو شکست. شماره 6 لیست بود که نمونده به آخریه و واقعا فایت خفنیه. فلشه. My name is Barry Allen and I'm the fastest man alive. شاید همتون بگید که خب ما تو قسمت اول دیدیم که یه اسپیدستر به نام رد راش که دقیقا کپی پیش بود یه جورایی لباسش و قرمز بود، با آمنی من فایت داد و در نهایت آمنی من مغزش رو ترکوند. قضیه از این قراره که رد راش که اسپیدستری بود و با آمنی من فایت داد، سه برابر پراید سرعتش، نه آقا چرت و پرت نگم، سرعتش 400 مایل بر ساعت. 400 مایل بر ساعت آشغاله، یعنی بوگاتی یا ماشینایی مثل کونیگزگ از رد راش سریع تره. و رد راش با اون سرعت 400 مایل بر ساعتش داشت اینفینیتی مسپانچ یا همون مشت بی‌نهایت میزد به آمنی من. و اگه آمنی من یک مقداری براش درد سر شد و زخمی شد، به خاطر همین رد راش بود. حالا بالاترین تخمینی که توی کامیک زده شده از فلش، از سرعتی که میتونه تو مکسیمومش بره، 13 تریلیون برابر سرعت نوره. چیزی که آمنی من در کامیک ما چیزی که دیدیم 299,792,000 برابر نوره. تریلیون کجا، هزار کجا، یعنی باید میلیون رو رد کنه و بعدش برسه به تریلیون و اصلا در حد هم نیستن. و فلش افراد خیلی بزرگ از جمله سوپرمن نجات داده و جهانهای مختلف رو نجات داده و با سرعتش میتونه سفر در زمان کنه، یه اینفینیتی مسپاچ خیلی قوی تر از اون رداش بزنه و مشت بی نهایت بزنه. اما اگه که دست آمنی من به فلش بخوره تمومه، بخاطر اینکه زوری که داره از وسط فلش رو میپکونه و هیچ چه فلش نمیمونه. چون از لحاظ جسمی فلش شاید ترمیم داشته باشه بخاطر سرعتش، اما از لحاظ جسمی شبیه انسان و زور خاصی نداره. ولی خب فلش احتمال زدنش میتونم من بگم جدی حتی 60%. معروف فلش خیلی حساب باز میکنم چه تو کامیک چه سریال. و شماره هفته لیستمون کسی نیست جز سوپرمن. بحثی نداریم.
میمونه، از کریپتونی نسبت به ولترامایتی، از لحاظ ابیلیتی که نفس منجمد کننده، دید اشعه ایکس ری، لیزر، مقاومت در برابر تغییر واقعیت و بقیه آیتما هست برتره. از لحاظ زور که سوپرمن کتاب بی‌نهایت رو بلند کرده که قدرت و زور بی‌نهایتی میخواد، جسم ابدی اسپکتر رو بلند کرده که اونم قدرت و زور ابدی میخواد، همه این کارا رو کرده و بزرگترین ویلنای از ارگانه دیسی مثل مرگ، یکی از نهادهای مهم دیسی رو شکست داده و از لحاظ شاهکاری تونسته دست خدا رو بگیره و دیوار خدایان رو خراب کنه که اصلاً و ابداً با این کامیکای محدود یه ویلترومایتی مثل آمنیمن نمیتونه کاری بکنه. و آمنیمن اینجا شاید یکم اسپویل باشه از کامیکش، آمنیمن در آخر از یه رده بالاتر از خودش شکست میخوره و کلاً میپوکه و اصلا ترمیم سوپرمن رو به خاطر خورشید نداره و هیچ حرفی باقی نمیمونه. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ازتون جای اشتباه بود داخل کامنت‌ها بنویسید که راجعش بحث کنیم. پس همین دیگه، تا ویدیو دیگه، بدرود.